میکنیم که خداوند ما اجازه میده پیوند ما فقط زبانی نباشه، بلکه یک پیوند قلبی باشه. ما این پیوند قلبی رو از عشق فقط عیسی مسیح داریم. از کم خدمتون این که ما به توسط نوروز و به توسط عیسی مسیح می توانیم این اشتراک رو داشته باشن نسبت به این که هر دو باعث پیوند ما ها میشه، اما بهار میاد و میره، اما عیسی مسیح گفت هر کس که من ایمان بیاورد من هرگز او را رها نخواهم کرد تا انقضای عالم. کسی که دست دوستی به مسیح میده، کسی که اجازه میده قلبش رو باز میکنه تا مسیح با او زندگی کنه، هرگز مسیح او رو ناامید نخواهد کردش و اون عشق رو به او خواهد داد. اجازه بدیم، هرچند چه بسا در بین ما عزیزانی هستید که قبلا به مسیح ایمان آوردید، اجازه بدیم در این انتهای سال تمام آن چرا که باعث غم و اندوه و سردی و نگرانی بوده رو تسلیم خود مسیح کنیم تا سال آینده به قوت مسیح ادامه بدیم. آمین. تا بتونیم زندگی خوبی برای خودمون و نیز اطرافیان داشته باشیم. به طور خاص ما نیز مسئولیت داریم. مسیحیت مساوی با مسئولیت. این مسئولیت رو خداوند به دوش ما داده، چون ما نور و نمک این جهان هستیم. بریم از کلام خداوند بشنویم لطفاً. انجیل یوحنا باب 2 از 1 تا 11 رو ممنون میشم. قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. صدا میاد کاملا؟ یه بار دیگه لطفاً بخونید، ممنون میشم. و در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود. بله. و مادر عیسی در آنجا بود. مثل الان اینجا الان جشنه. آمین. به نوعی مثل عروسی هستش دیگه، همه کنار هم هستیم. عروسی ها اینگونه بود که در قوم یهود که میباید همه میومدن. اگر کسی عروسی اون تو اون محله، اون عروسی که دعوت میشد و نمیرفت، یک بی احترامی بودش و خیلی بد بود برای اون میزبان. بله. و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند. بله. و چون شراب تمام شد مادر عیسی به دو گفت شراب ندارند. خیلی ممنون. شاید خیلی از ماها تصور بر این میکنیم که گویا به نوعی شراب شادیم تموم شده، شراب سلامتیم تموم شده، شراب درآمد و برکت هم تموم شده، شراب رابطه عاشقانه هم تموم شده، شراب امید آزادی مملکت هم ایران تموم شده، شراب این که من اقامت خواهم گرفت تموم شده، شراب امید هم تموم شده. اینجا اومدید، خوب جایی اومدید، خیلی خوب جایی اومدید، چون این کلام برای تو هست هموطن عزیزم. میخواد با تو صحبت کنه، با تو یک وقت تازهی داره میذاره. حتی شاید بارها این کلام رو خوندی، تمرکزت بده، چون خدا میخواد به تو یه برکتی امروز بده. بله. عیسی به وی گفت ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت. خیلی ممنون. خب اینجا شاید تصور بعضی از عزیزان هست که چرا این بی احترامی نیست. ای زن در اصل بی احترامی نبود، این مرسوم بودش. همون ای زنم که میگفت به یک احترام خاصی داشت این رو میگفت. شما عزیزان قبل از اینکه اینجا بیایید میدونید ما و خادمین برای شما دعا میکنیم. لطفاً هر کس اینجا خادم هست بیسته، هر کسی اینجا خادم هست بیسته، هر خدمتی رو فروتنی نکنید. خیلی هنوز نشستن خادمن. بله. این خادمی برای شما دعا کرد، ما برای شما دعا کردیم. خیلی ممنون، بفرمایید. ما برای سلامتی شما دعا کردیم، ما برای آرامش شما دعا کردیم، ما برای اقامت دعا کردیم، ما برای تمام موضوعاتی که شنیدیم برای شما دعا کردیم، وضعیت مالی دعا کردیم. همچون حضرت مریم که نزد مسیح رفت، ما نیز شفاعت شما رو خواستیم. این مجوز رو به ما داده خداوندمون مطابق نامه یعقوب 5:16 که اعلام میکنه برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابیم. بله. مادرش به نوکران گفت هرچه به شما گوید بکنید. و در آنجا 6 قدح سمی. کلام خداوند اعلام میکنه، انجیل یوحنا 15:14-15 اعلام میکنه اون کسی که مرا دوست دارد آنچه را که کلام خدا میگه انجام میده. بارها عرض کردم کلام خداوند سریعا میگه اطاعت، اما
به تعریف عشق یعنی وفادار بودن. من وفادار باشم به خدا و این وفاداری کمک میکنه که من به دیگران و به قولهام وفادار باشم. بله؟ در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند. شش قدح منظور شش بشکه هستش عزیزان. این بشکه‌ها بشکه‌هایی بودند که در امور مذهبی ازش استفاده می‌کردند. در اصل این بشکه‌ها تقدیس شده بودند. این گونه نبودند که بگیم مثل ظروف عادی توی خونه بودند. خیر، اونا تقدیس شده بود. برای کارهای مذهبی در یهود ازش استفاده می‌شد. همون گونه که کلام خدا اعلام می‌کنه که انسان مقدسه. از این رو هستش که هرگز هرگز هیچ انسانی نجس نیست و این واژه های دروغ از طرف شریر آمده که انسان های نجس هستن. کلام خدا میگه انسان مقدسه و کتاب مقدس انسان رو داره پیگیری میکنه. کتاب مقدس نامه عاشقان است برای انسان ها تا انسان رو در آن بهار جاودانه نیز برکتش بده، نه فقط برای سه ماه بلکه پیوندش با مسیح بزنه تا شراب زندگیش همیشه پایدار باشه نسبت به آرزوها و نیازهاش. بله؟ که هر یک گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. عیسی به دیشان یعنی حدوداً میشه گفتش 70 تا 100 لیتر آب جا میگرفت تو این بشکه‌ها. بله؟ قدح‌ها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند. بله، قبلا پس اونها شراب نبود، اونها آبی بود که این آب برای شستن دست قبل از خوراک استفاده میشد و ظروفی رو که استفاده میکردن با اون آب میشستن. آب لوله کشی همونطور که الان توی قوم هست اونجا هنوز نرفته بودش. بله، پس به دیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس مسیح کارش رو انجام داد، اومدی اینجا مطالب رو داری میشنوی به عنوان یک ایماندار. خیلی از موضوعات هست توی زندگیت مانند اون شراب است، انگار تموم شده. شما میدونید توی عروسی توی یهودیان زمانی که شراب تموم میشد یعنی آبروریزی میشد. یک هفته جشن عروسی میگرفتن. در ایران هم قبلا مرسوم بود، به طور خاص شهرهای مرزی بین ایران معمولا یک هفته جشن میگرفتن عروسی ها رو. اونجا یک هفته جشن بود و اگر شراب تموم می شد یه چیزی بود که احتمال داشت این اتفاق بود، ولی آبروی اون داماد می رفت. امروز من و شما کجا ایستادیم که احساس می کنیم اگر پیروز نشیم آبرومون میره؟ مسیح اینجاست که آبروی تو رو بخره و ما اینجا هستیم برای شفاعت کردن در نام عیسی مسیح و مطمئن باشید که خدا اجابت خواهد کردش. خیلی از شما عزیزان اینجا دعا شده، دعاتون اجابت شده. یک کوچیک دستاتون بره بالا بیاد. بله 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 بله. یه لحظه بلند شو حمید جان. حمید عزیزم یه دست بزنید براش. خوش آمد میگم به همسرشون مهسا جان. حمید عزیزم ممنون، بفرمایید خواهش می‌کنم. الان ماها هست که برای مهسا داریم دعا میکنیم. حمید من زنگ میزد. حمید جان ببخشید من دارم این دارم میگم. اگه هر کجا یه علامت بدی من بازم میگم. قومیات رسوا میکنن. حمید عزیزم گفت بعد از اصول من خانمم داره میاد. چه گفتیم باشه دعا میکنیم. یه دفعه گفتن ترامپ قانونی گذاشته که نمیتونم بیاد. گفت زنگ زد گفت وای این چه بعضیه. درست میگم یا نه؟ لطفا اصلاحم کنید. گفتم حمید جان قوی شو. خدا میخواد تو ایمانت رشد بکنه. کلیسا براش دعا کرد. نه من. کلیسا دعا کرد. من نمایندگی میکنم این کلیسا رو، اما من نیستم اینجا، کلیسا داره دعا میکنه. کلیسا برای حمید دعا کرد. حمید جان دختر خانومت که اومد با پسرت. هاللویا. درست است. خوش آمد میگم مهسا جان. ما برای سلامتی شما در دعا هستیم و ایمان داریم خداوند مطابق فیضش سلامتی شما رو هم کامل خواهد کرد. خدای ما زنده است. ما این ایمان رو داریم. از این شراب لبریز شو. سهم تو هم هست، سهم زندگیت هست. اومدیم اینجا شادی کنیم. خدا رو شکر. سولو میخونیم، پرستش میکنیم، تاعت خواهیم داشت، همه اینا هست. اینها تو جای دیگه هم داریم. اما الان وقتشه که تو اجازه بدی درونت از شراب خدا لبریز بشه و پر بشه. بفرمایید. و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجاست، لکن نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند. خیلی ها هستن میان اینجا شفا میگیرن، میرن بیرون میگن
رفتیم اونجا دعا کردیم، فرق نمیکنه، همه خداها یکی هستن، همه به خدا میرسن، تو به سنگم ایمان داشت باش. اینا دروغه، لطفاً این دروغا رو گوش نکنید. معمولا مردم نمیدونن این حرفا رو میزنن، اگر میدونستن این حرفا رو نمیزدن. بله همه به خدا میرسن، اما برای داوری میرن. اما چه کسی هستش که اونجا بدون داوری در حضور خدا پاک باشه؟ کسی که به مسیح ایمان میاره، فقط ایمان میاره. قبول قرار نیستش که ریاضت بکشی، قرار نیست همچون گذشته من از شب تا صبح نماز امام زمان بخونی. فقط ایمان بیار که خدا عاشق توه، خدا محبت ذاتش محبته، تو رو بخشیده. اما بعد از ایمانت مواظب زندگیت باش، لباست سفید شده، اجازه لکه دار شدن روش نذار باشه. بله؟ رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته به دو گفت: هر کسی شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدن بدتر از آن، لکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟ و این ابتدای خیلی مهم، توی دنیا این جوریه، میان انقدر تبلیغ میکنن تا بخوان خودشون رو ثابت کنن. عیسی مسیح تازه وقتی بهش گفتن گفت الان وقتش نیست، ولی مریم میدونست که اون خداوندش هست، اون پسر خدا هستش و حتما این کار رو انجام خواهد داد. نه مسیح اونجا شعار داد و نه گفتش که منم مثل دیوید کاپرفیل هستم کارهای عجیب غریب الان میکنم براتون، هیچی نگفت. اتفاقا با فروتنی گفت خب الان وقتش نیست، اما انجام داد، چون مریم میدونست عیسی مسیح وقتی که ازش یه چیزی رو میخواهید این نیست به نسبت به شما بی تفاوت باشه. اگر ماهاست حتی سالهاست داری دعا میکنی هنوز دعات اجابت نشده، علتش این نیست که مسیح بی تفاوته به تو، خیر، برای اینکه هنوز اون موقعش نشده که اون برکت اصلی رو بگیری. صبور باش. پس مسیح مانند مردم دنیا انجام نداد که بیاد اول شعار بده شراب خوبه اول بیاد و بعد شراب وقتی مست میکنن شراب بده بیاد. مسیح از همون اول همه نیکویی‌ها رو به ما خواهد داد. آمین. بفهم خوش. و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و آمین. جلال خود را ظاهر کرد. آمین. و شاگردانش به او ایمان آوردند. آمین. آمین. هللویا. هللویا. همون گونه که بهار دلیلی خواهد شد کاش تا شکوفه ها بیان، طبیعت تازه بشه، هر کس که مسیح ایمان می آورد مطابق دوم قرنتیان 5:17 اعلام میکنه: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه خواهد شد. تمام وجود ما به اون سلامتی و قوت خواهد رسید، فقط باید بپذیریم و با ایمان دریافت کنیم. عزیزان، آنانی که این کارت پستال رو دارید، گذشته از این که روی اون با سلیقه‌ای که یه دست برای پرویز عزیزم بزنید که این زحمت رو کشیدن، مرسی. دیشب تا ساعت 10 با من توی آفیس بودن. تا شما اگر نگاه کنید، خب این قسمتش تقویم هستش، لطفاً ازش استفاده کنید، باعث برکت خواهد شد. این قسمت هم که چهره‌ها برای بعضیا فرق میکنه، اما قسمت درونش نیز نگاه میکنید، نگرش پیروزمندانه برای سال جدیدت هست، اینها باعث برکتت خواهد شد. ما ماه گذشته در این رابطه صحبت کردیم که با آگاهی پویا در کلام خدای زنده باعث خواهد شد تا بر هر دروغ غالب آیی. دروغای دنیا رو دیگه گوش نکن، توجه نکن. نامه افسسیان 4:21-25. نکته دوم: با ایمانی پویا در شناخت خدای زنده باعث خواهد شد تا بر هر شکی غالب آیی. اول یوحنا 5:3-5: شک نیز به ما آسیب میزنه. هر نوع شکی، حتی اگر به مسیح ایمان نداری، به آزادی مملکت ایران ایمان داری، شک نکن، ایران آزاد خواهد شد در نام مسیح. جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد در نام عیسی مسیح. یک ذره شک نکن. نکته سوم: با امید پویا در وعده های خدای زنده باعث خواهد شد تا بر هر نگرانی غالب آییم. نامه رومیان 15:13. و نکته آخر: با اقتدار پویا به اراده خدای زنده باعث خواهد شد تا بر هر ضعفی غالب آییم. مطابق مکاشفه 2:25-26. حالا لحظه ای لطفا بیستیم. الان زمانیه که وجود تو باید از شراب خدا پر کنیم. با یک جمله فقط ایمان داشته باش، خواهش میکنم. برای یک بارم شده ریسک کن، برای خدا ریسک کن.
بارها و بارها دروغهای دنیا رو شنیدی، تبلیغات دنیا رو شنیدی و گفتی ریسک میکنم، اینو میخرم، اونجا میرم، به حرف اون گوش میکنم. اینک به سخن خدا که خالق تو و خالق این بهار هست گوش کن، بهش اعتماد کن. تو بی خودی اینجا نیستی، تو اینجا هستی که برکت بگیری، تو اینجا هستی که تا وجودت از شراب آسمانی پر بشه، تا حیات رو داشته باشی. با من لطفاً این رو اعلام کنید، مطابق فیلیپیان 13 اعلام کنید: امسال قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. هللویا هللویا. بفهم خواهش می‌کنم. هللویا هللویا.